درود ویژه دارم خدمت همه شما دوستان عزیزان و سروران. خیلی ممنون که برنامه من دنبال میکنید. اگر با این برنامه حال میکنید، مهمترین کارتون پخش کردن این برنامه در صفحه اجتماعیتون بذارید. نترسید آقا، برمیارید. بعضیاتون به من میگید آقا من بذارم مثلا دوست و آشنا و فامیل به من فحش میدن. خدایش خیلی بی‌انصافیه که من این همه دارم زحمت میکشم و خودتو بذار جای من با این همه تهدید جانی، با این همه تهدید فیزیکی، با این همه تحقیر جنسی، تحقیرهای جنسی که صفوف دشمنان ما دارن علیه من انجام میدن، سالهاست دارن انجام میدن. بی‌انصافیه که این سطح آگاهی و اینا برنامه رو داریم میسازیم و این همه برنامه‌ای ما جرفنا داده. حالا اگه یکی دو جام حال نمی‌کنی با حرفای ما، ولی کلیت این مطالب رو تو فدا بکنی به خاطر یکی دو جاش که با من مخالفی، یا اینکه فدا کنی و شرم‌آوره فدا بکنی و پخش نکنی به خاطر اینکه دوست و فامیل و آشنا بهت گیر میدن چرا برنامه امیددانا رو گذاشتی. پس دیگه چجوری شما میهن پرستید؟ مهمترین کار پخش برنامه‌ی منه. دومین کاری که میتونید به من حال بدید کمک مالیه، ولی پخش برنامه از هر چیزی مهمتره. خب بی بی سی اومده و بالاخره اینا داره بهشون فشار میاد دیگه، الان لندن فلان همه دارن میمیرن، اومده و یک گزارشی رو تهیه کرد که همه چی رو بندازه گردن ایران که آقا کرونا توسط هواپیمای ماهان ایر که مال سپاه پاسدارانه و پروازها به چین باعث شده نه تنها مردم ایران کرونا بگیرن، بلکه مردم منطقه هم اینجوریه و مردم منطقه و کشورهای منطقه هم با این پروپاگاندا بندازه به جان کشور ما. واژه به واژه این گزارششون واقعا وحشتناکه. من چون دیدم خیلی‌ها دارن میگن هواپیمای ماهان ایل فلان اینا مال سپاه فلان رفته مثلا از چین آورده، در این برنامه میخوام یک خط پایانی بدم به این چرت و پرتا. منتها اول از همه ببینیم که این مهد کودک من و تو چی داره میگه. اجازه بدید که اینا همه چی درسته. بله ببینیم چی میگه که جواب بدیم. در اسفند سال گذشته و از طریق پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان اولین موارد تایید شده افراد مبتلا به کووید 19 وارد عراق و لبنان شدند. شرکت ماهان ایر علی‌رغم ممنوعیت پروازهای بین‌المللی و همچنین برخلاف توصیه‌ها و تصمیم‌های حتی خود دولت ایران، در اوج بحران کرونا زندگی مسافران و خدمه پرواز خود را در معرض خطر قرار داد. بخش خبر بی بی سی فارسی و عربی با تحلیل اطلاعات مسیرهای پرواز و همچنین گفتگو با منابعی در داخل منابعی دریافته که چطور این خط هوایی که گفته می شود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است، در انتشار ویروس کرونا دست کم در منطقه خاورمیانه نقش داشته. خب در همین ابتدا میگه با منابعی در ماهان ایر ما صحبت کردیم که اینا همکاری دارن با سپاه پاسداران و یک جوری داره القا میکنه که ماهان ایر مال سپاه پاسداران. حالا ماهان ایر یک هواپیمایی شخصی است و 55 تا 60 هواپیما داره و از سال 2010 به این سو هم فعالیتش تو ایران آغاز شده. مالکیه الان با سند بهتون میگم مالکیه. اجازه بدید که من مشخصا عکس رو بیارم. مال آقای حسین مرعشیه که ایشون پسر عموی عفت مرعشی همسر آقای رفسنجانیست و این آقای حسین مرعشی من باشون یک سالی هم زندان بودن، بسیار پولدار بودن، اوین رو واقعا آباد کردن، مؤسسه‌ای دارن به نام مولی الموحدین یا همچین چیزی و این هواپیمایی ماهان ایر زیر مجموعه این الموحدین شرکت این آقای در حقیقت حسین مرعشی است که اصلا شما ماهان ایر خیلی جالبه، آشیانه اصلی ماهان ایر کجاست؟ کدوم شهره؟ بگید دوستان میدونن کجاست؟ میشه کامنت بدن تا من بگم؟ میخوام ببینم دوستان چقدر اطلاع دارن. ماهان ایر این آشیانه اصلیش تو کدوم یکی از شهرهای ایرانه؟ خواهشن کامنت بدن عزیزان. بله کرمان، درسته. میدونین چرا کرمانه؟ چون آقای حسین مرعشی در کرمان هستن، یک هتل بسیار بزرگی هم دارن. حالا نمیخوام باز کنم، یک بارم اتفاقا من زمانی که خارج بودم خانومم با این آقای پیمان عارف و خانومش رفته بودن، یک سری هم به هتل اینا زده بودن، سفر کرده بودن و یه دو شب هم تو هتل این آقا بودن، چون بالاخره توی زندان یک سالی ما همدیگر رو میشناختیم و اصلا تو کرمانه و مال ایشونه، مال آیین رفسنجانیه، چرا ربطی به سپاه داره؟ حالا اگر مثلا سردار سلیمانی یا چهار تا سپاهیان با این هواپیما مسافرت کنن، این میشه همکاری کردن یا این هواپیما مال سپاهه؟
خب من الان با لوفتانزا بلند شدم رفتم لوفتانزا آلمان، بلند شدم رفتم کانادا، الان هواپیمای لوفتانزا زیر مجموعه یا همکاری میکنه با برنامه رودست؟ چه ربطی داره؟ بلیط خریدم سوار این شرکت شدم رفتم، هیچ اشاره‌ای به رفسنجانی و مرعشی اینا نمیکنه. من هم همینجوری رو هوا نمیگم مال مرعشی ها، اجازه بدید مصاحبه آقای مرعشی رو برید بخونید با این خبرگزاری در حقیقت براتون درآوردم، اینجا میخوام نشون بدم، اجازه بدید که این خبرگزاری رو نشونتونه، خبرگزاری شفاف، و دارید میبینید ناگفته های مرعشی از تأسیس هواپیمایی ماهان و یک مصاحبه طولانی ایشون داره در که 11 فروردین 1389 یعنی قبل از این که ایشون بیفته زندان. آره دیگه، قبل از زندانشونه، چون ایشون تو همون هول و هوش بعد اومدن زندان با ما، یعنی بعد از این داستانه. آره دیگه، چند ماه بعد اومدن زندان که تا سال 90 هم که من زندان بودم تا برج ششم ایشون هم اونجا بودن بالاخره، و اشاره میکنه نه فکرم آخرش آزاد شده بود ما هم دیگه یه خود، ولی به هر حال نزدیک یک سال باشون بودیم. و اینجا تمام توضیحات آقای مرعشی میره که من چجوری این هواپیمایی رو راه انداختم و فلان، و میگه با 4 هواپیما فعالیتمون شروع شد، در ابتدا چند تغییر مدیریتی داشتیم و فلان اینا، میگه با 4 تا هواپیما شروع کردیم، رفتیم از مصر خریدیم، فلان کردیم، ال کردیم. برید مصاحبه آقای مرعشی رو نگاه کنید. حالا بی بی سی چرا اشاره نمیکنه؟ میخوایم تو این برنامه بی بی سی رو نابود کنیم. اینی که گفتم مقدمه بود، اینی که گفتم تازه مقدمه است. یعنی در این برنامه من چنان تو گوشه این بی بی سی میزنم که دیگه بی بی سی از این غلط ها نکنه که برای من بره تحقیق کنه. حالا ادامه، پس به تو ثابت شد که هواپیمایی ماهان، من همش هم اینور نگاه میکنم چون عکس مکس ها اینجاست، باید بهتون نشونم. من خودم با خیلی به من میگن چه چشات اینوری میکنی بعضی وقتا، قربونت برم، من مثل چون بی بی سی اینا که 10 نفر توی اتاق فرمان نیستن که کارا رو بکنن، خودم دارم با این موس برنامه‌رم میچرخونم، 10 تا کارو همزمان، هم کامنت اینستاگرام، هم کامنت شما عزیزان رو توی توییچ، و هم اجرای برنامه عکس و اینا، برای همین نگاه میکنم که عکس رو درست بذارم. و این داستان آقای مرعشی، پس این دیگه خیالتون راحت شد. پس ماهان ار برای سپاه نیست، برای عزیزان در دولته، تقریبا نزدیک به دولته، چون آقای مرعشی نزدیک به جریان اصلاح طلباست دیگه، زندان هم بود سال 88. خب اینو بریم کنار، ادامه چرندیات اینا رو گوش کنیم. خب ادامه، خب مرکز مهم تشیع در خاورمیانه، میلیون ها نفر همه ساله برای زیارت به این شهر سفر می کنند. اولین موارد مرگ به دلیل کرونا در خاورمیانه در این شهر گزارش شد. سازمان بهداشت جهانی در این زمان هشدارهایش را در مورد خطر کرونا صادر کرده بود. ایران در 2 روز گذشته 18 مورد ابتلا و 5 مرگ، نه 4 مرگ داشته. این خیلی نگران کننده است. This is very concerning. با این وجود مقامات ایران اجازه دادند تجمع‌ها و مراسم مذهبی سیاسی ادامه یابد و انتخابات مجلس هم برگزار شد. کاری که آمریکا و خیلیا کرده، حتی فرانسه هم انجام داد، ولی اشاره نمی‌کنه، ولی میگه ایران فقط. خب ظرف چند روز ایران به کانون شیوع ویروس کرونا در منطقه تبدیل شد. حالا فعلا که خودت توی لندن، الان خودتون جزء کانون ویروس کرونا در اروپا هستی. تحقیقات ما از روز 11 بهمن آغاز می شود. چی گفت؟ تحقیقات ما از روز 11 بهمن. اینجا رو دقت کنید، تاریخ رو دوستان خواهشن قلم بردارن، تاریخ رو یادداشت کنن. مهمه. روزی که دو بوشی؟ تحقیقات ما از روز 11 بهمن آغاز می شود. از 11 بهمن تحقیقات شروع کردم. روزی که دولت ایران به صورت رسمی همه پروازها به چین و از چین به ایران را لغو کرد تا مانع گسترش ویروس شود. 2 روز بعد از این تاریخ بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسلامی چنین توییت کرد: برخلاف تصمیم دولت، همچنان شاهد ورود مسافر از چین به ایران و انتقال مسافران چینی از سایر فرودگاه‌های جهان توسط ایرلاین‌های ایرانی هستیم. آیا سازمان هواپیمایی خود مختار است و تابع دولت نیست؟ در همان روز سفیر چین در ایران هم با انتشار این توییت از ملاقات با مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان و تمایل او به گسترش همکاری با چین خبر داد.
اما ماهانه چطور شرکتی است و چرا همچنان به پرواز به چین ادامه داد؟ میگه چرا به پرواز به چین ادامه ده، انگار که هیچ کس نه. حالا بهتون خواهد ثابت خواهم که چه اتفاق، سایت های آنالیز در براتون آوردم، نابود میکنیم بی بی سی رو. ولی هیچ اشاره ای نمی کنه که ماهان ایر میگه چه شرکتی است، هیچ اشاره ای نمی کنه که برای آقای حسین مرعشی و خانواده رفسنجانیه، هیچ اشاره ای نمی کنه، چون باید اینا سپاه پاسداران رو بزنن و بزرگترین شرکت هواپیمایی خصوصی در ایران است. ماهانه میگوید ناوگان هوایی شامل 55 هواپیماست و هر ساله حدود 5 میلیون مسافر به 66 مقصد مختلف در دنیا از جمله بانکوک و بارسلون و چند کشور منطقه میبرد. در سال 2011 ایالات متحده آمریکا ماهانه را به اتهام آنچه حمله اسلحه و همچنین جابجایی مهره‌های کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواند تحریم کرد. از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در اینجا در پرواز ماهانه دیده می شود. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط هواپیماهای بی سرنشین، نمیگه بعد از ترور شدن قاسم سلیمانی، میگه کشته شدن. اگر آمریکا به صورت ناگهانی کسی رو بکشد نامش ترور نیست، اما اگر کسی یک آمریکایی را به صورت ناگهانی بکشد نامش ترور است از نظر بی بی سی. این آمریکایی در عراق، جسد او با یکی از هواپیماهای ماهانه به ایران برگردانده شد. محدودیت‌های وضع شده علیه ماهانه بخشی از تحریم‌های گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. البته ماهانه با وجود تحریم ها همچنان به پروازهای بین المللی ادامه داد. ماهانه نقشی کلیدی در نقل و انتقال مسافر و کالا بین ایران و چین داشته. شیوع کرونا هم باعث توقف این نقش نشد. تحلیل اطلاعات مسیر پروازها توسط بی بی سی نشان می دهد چگونه این شرکت بعد از اعلام ممنوعیت پرواز به چین توسط دولت ایران از این دستور تخطی کرده است. در حالی که بقیه شرکت‌های هوایی پروازهای خود را متوقف کردند. اطلاعات پروازی نشان می‌دهد ماهانه تنها شرکت هوایی است که از تاریخ 11 ببین گوش کن اینجا خیلی مهمه. اطلاعات پروازی نشان می‌دهد ماهانه تنها شرکت هوایی است که از تاریخ 11 بهمن 98 تا اول اردیبهشت 99 همچنان به پروازهای مستقیم بین ایران و چین و بلکس ادامه داده. در این زمان در ایران انتقادها و خب تا همینجا یک بار دیگه میزنن اینجاش مهمه. 11 اطلاعات پروازی نشان میدهد ماهانه تنها شرکت هوایی است که از تاریخ 11 بهمن 98 تا اول اردیبهشت 99 همچنان به پروازهای مستقیم بین ایران و چین و بلکس ادامه داد. قبلش اشاره میکنه، خب دوستان من در اینستاگرام از دست دادم بیارمشون داخل، دوستان هستن دیگه، قبلش اشاره میکنه که 11 بهمن ما تحقیقاتمون رو در بی بی سی آغاز کردیم. خیلی سرمون خیلی تحقیقات چی هستید شما تو بی بی سی دیگه، اهل پژوهش هستید. بعد میان میگه که پروازهایی که ما آنالیز کردیم نشان میدهد که از 11 بهمن تنها کشوری که تنها خطوط هوایی که به چین پرواز داشته و بالعکس ماهان ایره، هیچ کس دیگه نیست. چند بار گذاشتم شنیدی دیگه، میخواستی درست بشنوی، چند بار گذاشتم شنیدی. میگه 11 بهمن ما رفتیم به چین، فقط هم ماهان ایر. خب 11 بهمن، من حالا باید یه چیزی نشونتون بدم اینجا، اجازه بدید که ما بریم یه سری چیزا نشونتون بدیم. اجازه بدید من برای که اینو بخوام نشون بدم میخوام از اینجا آمار داشته باشم. اجازه بدید که خیالم راحت شه، چون از یک طریقی باید نشونتون بدم، چون منم رفتم الان آدرسی که این میده تحقیقی که این داره میکنه رو. خب حالا ما میخوایم جوابشونو بدیم. خب اوکی، من اینو بردارم ویدیو رو و در حقیقت اینو بیارم بردارم اینجا بیاریم، خودمونم یه خورده کوچیک کنیم اینجا دیگه، خیلی بزرگ شدیم. بله خیلی خب، خب تاریخ رو دارید شما میبینید، تاریخی که اینا دارن میگن 11 بهمن میشه 31 ژانویه، اینه
دارم الان روش میرم، درسته؟ میبینی 31 ژانویه است کنار منه و من میخوام از تاریخ این نگفتن، اگه از 11 بهمن که ما تحقیق کنیم هیچ پروازی به چین نرفته، میشه 31 ژانویه. نیویورک تایمز یک گزارشی داده که گزارش خیلی جالبه و اومده از 13 فوریه، خب اون 11 بهمن میشه 31 ژانویه، این از 13 فوریه اومده پروازه رو آنالیز کرده در دنیا، پروازهایی که به چین رفتن. خب 13 فوریه میشه چندم؟ 13 فوریه میشه در حقیقت 13 فوریه میشه 24 بهمن. داری میبینی تاریخ تقویم رو دارم بهت نشون میدم، میشه در حقیقت 24 بهمن. خب در 24 بهمن ببینیم پروازه داخلی چین رو داره در اول نشون میده، میگه قبل از این داستان در 23 ژانویه 12814 تا پرواز داخلی بوده به چین و در این داستان بعد از این داستان 13 فوریه 1666 تا. یکی از روشایی هم که بهتون میگم سایت ها رو میتونید شما مثلا چیز کنید فارسی کنید اینجاست، نگاه کنید من الان بخوام این سایت ها مثلا اینجا نمیتونم، نمیدونم چرا اینجا نمیشه، ایراد نداره. میایم پایین تاریخ حالا پروازهای بیرون چینو در تاریخ 13 فوریه، یعنی 24. بی بی سی میگه 11 بهمن هیچ پروازی چین از خارج به داخل اینا به جز ماهانه ای نداشته. من ماهانه ای نم، فقط 55 تا هواپیما داره. 13 فوریه یعنی 24 بهمن که این داستان انجام شده، قبلش خب مثلا در ژانویه 2000 تا پرواز بیرون از چین میرفتن، الان 354 تا. من از بی بی سی میپرسم این 354 تا پرواز همش مال ماهان ایر بوده؟ پاسخ روشنه، خیر، چون الان چیزای دیگه هم میخوام بهتون نشون بدم. میاد پایین حالا نشون میده این پروازایی که از چین 354 تا بوده هواپیما داره نشون میده کجا میرن. ببینیم ایران اینجا الان مثلا به ایران نگاه کنید، یک پرواز فقط به ایران میاد، بقیه نگاه کجا داره میره. حالا ایرانو بهتون نشون میدم، این ایرانو داری میبینی، ولی پروازایی که داره میره کجا؟ اینجا الان مثلا آلمان، ببین آلمان داره چند تا، این دو تا آلمان، آلمان یکی خوابی یکی از فرانسه اینجا خوابید، پروازای دیگه دو تا پرواز داره میاد اینجا کجا میرن؟ اینا اومدن دانمارک البته بالایی است، هلند اومدن در حقیقت، اینجا بلژیک اومدن، اینجا هم اومد اسپانیا، اینجا حالا ایران فقط یه پرواز من آمار گرفتم اومده. پس این ور جغرافیا بیشتر پروازه به سمت اروپا داره میره. پوفیوز چجوری تو توی بی بی سی تحقیق کردی؟ تو میگه 11 بهمن به بعد ما تحقیق کردیم فقط ماهان ایر به چین رفته اومده، تمام پروازا داره کجا میره؟ داره بالا میشه میاد، فقط یک پرواز اینه که میاد تهران، نگاه کن فقط همین، یعنی هر چقدر من نگاه کردم یک پرواز به تهران میاد، یه پرواز دیگه که اومد جمهوری آذربایجان. ببین این پرواز کجا میره، میخواد بگه منطقه رو ما آلوده کردیم. ببینم این پرواز کجا میره، این اومد از ایران رد شد رفتش امارات، پرواز مستقیم از چین به امارات. این سایت آنالیزه، تو چجوری تحقیق کردی؟ سایت آنالیز کجاست؟ نیویورک تایمزه، مال جمهوری اسلامی نیست، اومده آنالیز کرده تاریخ 13 فوریه، لعنتی اینجا تاریخ 13 فوریه سایت آنالیزشه، اومده بررسی کرده اینا که پروازه دیگه کجا میخواد بره. این اصلا همه پروازه به سمت اروپا است، پروازه‌ای که به سمت ما داره میره نگاه کن، این الان میره امارات، نگاه کن من قشنگ بررسی کردم. یه پرواز دیگه از اینجا داره کجا میره، بذار ببینیم کجا میره احتمال بیار عمان، نگاه کن داره میره پایینه از اینجا رچ رفت آفریقا، دیگه دیده نمیشه تو سایت، نه دیده نمیشه، ولی اصلا پروازی به ایران نداره. حالا میخوایم ببینیم به آمریکا و کانادا چی، حالا اینور به آمریکا و کانادا، ببین چند تا پرواز داره نیویورک میاد، نگاه کن چند تا پرواز داره نیویورک میاد، نیویورک و کالیفرنیا، همه دارن نیویورک و کالیفرنیا میان. البته بخش این مال قبل از این چیزشه، این ورشه باید نشونه. ببین این پرواز به کالیفرنیا است، این پرواز به ونکووره، این یکی پرواز به سن دیگو احتمالاً، بله. حالا وایسی الان پروازا میاد، دارن چند تا پرواز دیگه میاد، نگاه کن کجا میره، میگه که آره ببین این پروازه از چین داره میاد، ببینیم کجا میاد، حالا میشینه داره میاد نیویورک احتمالا، این یکی داره میاد کجا، این اومد ونکوور، این یکی کجا میاد، این که اومد نیویورک، نگاه کن
نیویورک فرود اومد. نیویورک فرود. یکی دیگه هم داره میاد نیویورک. خب تو چه جوری داری میگی فقط اینا پروازه 13 فوریه 24 بهمنه. درسته؟ درسته یا نه؟ میگه این ثابت شد به همه عزیزان. خب بذارید من این تصویر رو بردارم. اجازه بدید این تصویر رو بردارم. بله این حقیقت داستانه. یعنی هرچی بی بی سی میگه آدم میگه آقا 11 بهمن من تحقیق کردم، اولا ماهانه ای رو یه جورایی میخواست ثابت کنه مال سپاهه. خب در حقیقت این نشون میده شایعه را میندازن بر اساس شایعه تحلیل میکنن. شایعه از اول چی بود؟ دیدی سلبریتی های بی سواد و عقب افتاده ما هم شروع کردن دیگه. چرا داره ماهان ایر پرواز میکنه به چین؟ سلبریتی های شلوغ کردن که خودشون از باند رفتن چنی برای هر دوره انتخاباتی پول گرفتن. اینم من نمیدونم، اما یکی از همین هنرمندان سیروان خسروی اومد افشا کرد که آقا تو هر دوره انتخاباتی این سلبریتی های دیگه از جمله این مهراب قاسم خانی و فلان و اینا میان دور منو میگیرن که با من رفاقت دارن، آقا بلند شو بیا برای روحانی و غیره بریم تبلیغ کنیم پول بگیری. سلبریتی هایی که پولشون از باند رفتنجانی میاد، درسته؟ اینها اومدن معترض شدن، ولی من چون انصاف دارم نمیخوام معترض بشم. من نگاه کردم سایت های آنالیزو، میبینم همه دنیا همین الانش به چین دارن میرن و میان. همین الانش دارن سایت های آنالیز نشون میده به چین میرن میان. حالا یه پرواز ما داشتیم که عموم این پروازا جیمز بردیم آوردیم، همین ماهانه ارتاد مال رفتنجانیه دیگه، ولی من نمیخوام بکوبم. میدونی چرا؟ چون من از جیمز دعوای لاف ملایی بدم میاد. من چون از خانواده رفتنجانی بدم میاد، به خودم اجازه نمیدم که جنس دعوای لاف ملایی داشته باشم. از روحانی ده ها برنامه علیه ساختم، ولی ناجوانمردیه بخوام نامردی بزنمش. و اینه که نمیدونید بدانید دانشجویان ایران، من میپرسم از بی بی سی، دانشجویان ایران که در چین گرفتار شده بودن تو اون روزای سخت کرونا، این دانشجویان ایران چگونه به ایران اومدن؟ برید بپرسید. اگر ایران نمیبره با این هواپیمای ماهانه این دانشجوها رو از اونجا بیاره، داد و بیداد میکردید شما افراد بی شرافت که آی ایران فکر شهروندان خودش در خارج از کشور نیست. حالا که ایران رفته شهروندای خودش رو با هواپیمای ماهانه رو آورده ایران، میگید فقط تنها پروازی که به چین بوده مال ماهانه بوده. نیویورک تایمز و تاریخ تو میگه 11 بهمن، میگم 11 بهمن تو سرت بخوره. تا بعد از اونشم بیا تاریخی که نیویورک تایم زده که میشه 24 بهمن، همه کشورهای دنیا دارن با چین پرواز دارن. 354 تا پرواز تو روز 13 فوریه، یعنی 24 بهمن انجام شده که پروازهای چین همشون به اروپا، آمریکا و کانادا رفتن. در ایران فقط در این تاریخی که چندین پرواز از چین به آمریکا و کانادا و اروپا، آلمان، فرانسه، هلند به خصوص، 3 پرواز هلند بود نگاه کردم، همه اینا داشته، فقط یک پرواز به تهران داشته که اون یه دونه پرواز هم برید بررسی کنید. مطمئنم اگر من بتونم به اطلاعات دقیق‌تر دسترسی داشته باشم بررسی کنیم، مطمئن میشیم همون یه دونه پرواز هم رفتیم دانشجوامون آوردیم. یعنی یه پرواز هم پروازی بوده که داشتیم اقلام جابجا می‌کردیم. من نمیگم چینیا رو جابجا نکردیم، من حرفم یه چیز دیگه است. من میگم توی که در بی بی سی میگی تحقیق کردم 11 بهمن به این سو فقط ماهان ایر پرواز داشته به چین، دارم بهت میگم خفه شو، دهنتو ببند، وطن فروش، پول MI6 رو داری میخوری که امیدوارم خرج دوا دکتر زن و بچت بشه هر کی هستی که حتی تارشی خانوم بودی، درد بخور تو سر درد تمام این دردهایی که دروغایی که میگی بخور تو سر شوهر و همسر و تمام افراد خانوادت، که اینقدر کثیف نباشی که پروپاگاندای سیاه کنی علیه کشور با. من به تو میگم خفه شو خانم خبرنگار در بی بی سی، خفه شو، در هر دادگاهی هم میتونم محکومت کنم چون داری دروغ میگی، در هر دادگاهی تو محکومی چون داری میگی فقط و از روی این اخبار دروغ تو یه عقب افتاده ای در آمریکا به عنوان برایان هوکم پیدا میشه که پیام میده که آی ماهان ایر وقتی که همه دنیا پروازاشونو به چین قطع کردن ولی ماهان ایر قطع نکرد. آقای برایان هوک خفه شو عزیزم، شما باید دهنتو ببندی. تو کثافتی که توی آمریکا
داری ویدیو برای مردم ما پر میکنی، در همون تاریخی که میگی ایران داشته پرواز میکرده به چین، شما ده ها پرواز از چین اومده به خاک کشور و بالعکس. بنابراین خفه شو، دروغ نگو، چرت و پرتا و شایعات فضای مجازی رو برای خودتون دنگه. و این نشانه استیصال شماست که شایعات فیسبوکی، شایعات دنیای مجازی رو به عنوان تحلیل ها و اسناد جدی در سطح وزارت امور خارجه آمریکا و در سطح دستگاه پروپاگاندای MI6 در BBC میایید بیان میکنید. این نشانه شکست شماست. فقط یک پرواز اومده به ایران و همون لحظه که یک پرواز میاد به ایران، ده ها پرواز و 354 تا پرواز بود دیگه. از 354 پروازی که از چین در تاریخ 24 بهمن بلند شده، فقط یک مورد به تهران میاد. طبق منبع سایت نیویورک تایم، سایت معتبر، روزنامه داره، همه چی داره آنالیز کرده. آقای برایان هوگ، میخوای زر بزنی؟ در واشنگتن هستی دیگه، قبلش به سایت شهر بغلیتون، ایالت بغلیتون رجوع کن نیویورک تایمز، ببین آنالیز چی داده، بعد حرف مفت بزنید. چگونه تو در بی بی سی آنالیز که چجوری شما در بی بی سی تحقیق کردید؟ چگونه در بی بی سی تحقیق کردی میگه از 11 بهمن ما تمام در بی بی سی تحقیق کردیم؟ تو غلط کردی، تو شکر خوردی که تحقیق کردی، بی شرافتا. آدم اگه میکروفون جلوی دهنشه، هر غلطی که میخواد میکنه، میگه هر دروغی رو میتونی شماها بگید. این ما هستیم که شماها رو در آینده در خاک اروپا به دادگاه خواهیم کشان، شک نکنید، چون شما یه دروغ میگید و این دروغ هم یه درصد گسترده. ایران فقط ماهانه ایر، هیچ اشاره ای نمی کنه ماهانه ایر مال خانواده رفسنجانیه، میگه مال سپاهه. حالا اون تو سرت بخوره، من میگه فقط پرواز ایران داشته به چین. و همین دروغ ها رو همه تو اینستاگرام، همه آقایون که میفهمن یه مش بیشعور و عقب افتاده در اینستاگرام، آی دولت دیدی چیکار کرد، پرواز داره به چین، دهنتون ببندید دیگه، خفشید دیگه. یه خودت برو تحقیق کن، یه دوتا سرچ کن، دوتا بالا پایین کن. از خودت نپرسیدی امید دانایی که با این روحانی انقدر بده این همه برنامه علیه روحانی ساخته، چرا تو این داستان نمیاد علیه روحانی برنامه بسازه؟ شعور داشته باشید دیگه. هرچی بهتون میگن سری قبول نکنید، هرچی بی بی سی میگه سری قبول نکنید. بی بی سی میگه 11 بهمن به بعد هیچ کی پرواز نداشته جز ایران، میریم سایت های آنالیز رو در میریم، همه دنیا پرواز داشتن. شرم‌آور به خدا این سطح دروغگویی. آقا ما پرواز داشتیم، چینی ها اومده برای سلبریتی ها دارن میگن. شما سلبریتی ها خفه شید، ماهان ایر مال کس ارباب شما سلبریتی های ایرانه، مال رفسنجانیه. و من به عنوان دشمن این خانواده بهتون میگم این هواپیمای ماهان ایر اشتباه نکرد، پرواز کرده. داریم دنیا رو رصد میکنم، آنالیز میکنم، همه دنیا سفر داشتن. بخش قابل توجه از سفرهای ماهان ایر به عنوان دشمنشون دارم عرض میکنم، سفرهایی بوده که ماسک از چین آورده وارد ایران کرده، یا ابتدا که چین به مشکل خود ماسک رو از ایران برد به چین داد، که کار بسیار پسندیده ای بود، کار بسیار پسندیده ای بود. رفته دانشجوهای ما رو از چین آورده. شرافت میفهمید یعنی چی؟ به خدا اگر بفهمید. ولی من نمیگم به خاطر اینکه شما بیاید پوزیشن این که من شرف دارم این حرفا رو بزنید، نه بابا، اصلا بگو گور پدر شرافت، اسکل به دنیا نه، یا اسکل از دنیا برو، ولی شخصیت خودت. من میگم شرافت رو ول کن. من خیلی این حرفا رو میزنم، چرا میزنم؟ بعضیا فکر میکنم من به خاطر اینکه شرافت دارم میگم، نه شرافت دارم ها خداییش، ولی به خاطر شرافتم نمیگم. نمیخوام به قول معروف پوزش میخوام، نمیخوام گوساله به دنیا اومده باشیم گاو از دنیا بریم، نمیخوام مغزمو بدم دست این امپراتوری صهیونیست. هر دروغی دلش میخواد بگه من قبول کنم دیگه. مثلا من همش به خودم اینو میپرسیدم، آخه مگه میشه دنیا الان چین با این عظمت هیچ که پرواز نداشته فقط ماهانه ایر داشته؟ واقعا میشه مگه؟ ببینم برایان هو کم میگه، برایان هو کم میگه بابا، این نشون از استیصالشون. همینا رو من میبینم میگم کار ایران خیلی بیشتر از اینا جلو خواهد رفت. آمریکا به افول میدونی یعنی چی؟ یعنی کشوری در سطح آمریکا در نهاد وزارت امور خارجه‌اش عقب افتاده ای چون برایان هوک رو استخدام کنه که شایعات فیسبوکی رو بیاد به عنوان فکت سیاسی بده، بگه آره شماها الان تنها هواپیمایی هستید که به چین سفر دارید.
در حالی که در تاریخی که اینا مدعی هستن فقط ما به چین سفر داشتیم، ده ها پرواز به خود آمریکا اومده از چین که الان بهتون نشون دادم. به هر روی شب و روزگارتون خوش. این بخش برنامه می‌بندم. امیدوارم که همواره خرد رو پیشه کار خودمون قرار بدیم، وقتی که بدانیم مطالعه کنیم و حواسمون جمع باشه، دشمنان، رسانه‌های دشمن، دشمن که دارم میگم نه دشمن جمهوری اسلامی اینا، که منم خودم خدایش اصلا سر تا پای جمهوری اسلامی خوشم نمیاد، دشمنان ایران هستن. اینا دشمنان امید هستن. اینا میخوان امید رو از شما بگیرن، اینا میخوان یأس به شما بدن، اینا میخوان شما رو در سیاهی، یأس، ناامیدی دلتون رو بشکنن، دلهای شما رو در حقیقت خالی بکنن که شما جای بدی دارید زندگی میکنید، حکومت تو بدترین حکومت دنیاست، که شماها به اینجاتون برسه نتونید برای این کشور مفید باشی و کشور پیشرفت بکنه. میخواد شما اگر هر کدومتون هر شغلی دارید توی دلتون خالی بشه، متنفر و منزجر بشید از کشور خودتون که جلوی پیشرفت ایرانو بگیرن. اینا مشکلشون با ایران و ایرانیه، اینا مشکلشون با ژن آریاییه، اینا با همه چیز ما مشکل دارن، با همه چیز ما. اگر مشکل نداشتن اینونه با صراحت دروغ نمیگفتن. خبرنگار بی بی سی نمیاد بگه ما تحقیق کردیم از 11 بهمن فقط ماهان ایر. خفشو واقعا چی باید بگین؟ دهنتو به من واقعا شرف نداری، تو وجدان نداری، وطن فروش که برمیگردی میگه فقط ماهان ایر پرواده. در اینکه فقط در تاریخایی که ما داریم در میبینیم، فقط در هر روز یه دونه ماهان ایر به چین رفت آمد داشته، به ازاش به آمریکا، آلمان، انگلیس، و همون انگلیس چندین پرواز داره چین بهش. ببندید دیگه، سایت های آنالیز آدم میره با دقت نگاه میکنه، ببندید دیگه. قربونتون برم، شب و روزگار خوش. این بخش برنامه رو میبندم. امیدوارم از این برنامه راضی بوده باشید. بنابراین پخشش یادتون نره. تا دلتون هم میخواد این برنامه رو میتونید لینکش رو بفرستید در زیر همین گزارش در بی بی سی یا بخش های مختلف بی بی سی و بهش رو همینو بگید ببندید، شرم بکنید. شب و روزگار خوش، پاینده ایران. اینم بفرستید برای همه اونایی که میگن وای ماهان ایر سفر به چین داشت، بگید خفه شو بابا جون، باشه برو آشپزی تو بکن، باشه برو ورزش تو بکن، باشه برو سریال تو ببین. تو رو چه به این مسائل کلان سیاسی، تویی که تو خونت نشستی به گوشت رسیده آره ایران داره سفر میکنه به چین، تو هم تکرار میکنی. آقا ببند، شرم کن. همینجوری نمیتونی رو مبلت بشینی دهن گشادت رو باز کنی نظر سیاسی برای خودت بدی. حق نداری، حق نداری روی مبل بشینی یه چیزی بهت میگن تو هم تکرار کنی. حق نداری اینجوری، تو داری اسکولیسم سیاسی رو شیو میدی. بیا میخورده همه با هم، خودم رو میگم، همه با هم یه مقدار آگاهانه تر یه خورده فکر بکنیم. هر خبری میشه اول خودمون مزه مزه کنیم ببینیم خبره چقدر میتونه با منطقمون جور در بیاد. یه خورده بیایم واقعا حالا که به دنیا اومدیم در این جهان هستی هستیم با هر طرز تفکری یه مقدار بیایم شخصیت داشته باشیم، دارای شخصیت باشیم واقعا. قربونتون برم، پاینده ایران بدرود. براشون پس بفرستید هر کی گفت ماهانه ای رو اینا. قربونتون.